صحنه های خجالت آور رئیس جمهورهای دنیا که سوژه خبری رسانه ها شدن، آنها یا بی خبر بودن یا متوجه نشدن، ولی صحنه های خنداور و خجالتی را رقم زدن. شما این صحنه ها را در بوداپرست بیننده باشید. رئیس جمهور کولومبیا. رئیس جمهور کولومبیا خوان مانوئل سانتوس در راهپیمایی طلاییش خود را خیس کرد. او که برای انتخاب مجدد رئیس جمهوریش تجمع برگزار کرده بود، در حین سخنرانی خودش را خیس کرد. بعد از مدتی سانتوس که با تب و تاب روی یک استیج بزرگ صحبت میکرد، اوضاع بد شد و کم کم خودش را خیس کرد. سانتوس بدون توجه به شرایط به صحبت خود ادامه داد. Mi compromiso con ustedes de mejores oportunidades. Juntos los vamos a lograr. Juntos con el apoyo del Caribe. نگاهی عاشقانه. شام‌های سلطنتی می‌تواند مراسم خسته کننده‌ای باشد و گاهی اوقات سخنرانی‌ها فقط برای جلب توجه فرد کافی نیست. پنتی آراجاروی، شوهر رئیس جمهور فنلند، توجه خود را به سینه همسایه خود معطوف می‌کند. و خانومی که در کنارش نشسته بود اتفاقا شاهزاده خانم ماری دانمارک بود. با این حال نگاهی آب زیرکایی و در فیلم ضبط شده و به یک سوژه اینترنتی تبدیل شده است. در این کلیپ از مرد اول فنلند فیلم برداری شده است که به نظر می رسد چند ثانیه به سینه او خیره شده است. وقتی شاهزاده متوجه می شود یک نگاه می اندازد و بلافاصله سینه خود را با دست خود می پوشاند. آقای آراجارو خجالت زده بلافاصله نگاه خود را می چرخاند، سر خود را در جهت مخالف چرخانده و سپس وانمود می کند که به سقف نگاه می کند. رئیس جمهور کلینتون. رئیس جمهور سابق آمریکا بیل کلینتون با خانومش در حال قدم زدن بود که سگش یک بارم میرسد و از بعد جای رئیس جمهور میگیرد. خانومش هیلری کلینتون میگه او مردک موازی باش که سگ نخوره. صحنه جالبی بود. اسد و پوتین. در جریان سفر و بازدید رئیس جمهور روسیه، پوتین از پایگاه نظامی روسیه در سوریه بشار اسد رئیس جمهور سوریه به دیدارش رفت. زمانی که پوتین از نظامیانش دیدار داشت، یک جنرال روسی به اسد اجازه نداد که پوتین را همراهی کند. اسد هم چاره ای نداشت جز این که حرف جنرال روسی را قبول کند و منتظر بماند. ترامپ و غنی. شما می دانید که جنگ آمریکا در افغانستان طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکاست. در سال 2019 رئیس جمهور ترامپ ناگهان در پایگاه نظامی آمریکا در بگرام رسید و رئیس جمهور غنی را در حضور طلبید. آنچه را می بینید که رئیس جمهور غنی را همانند یک سرباز از پشتش می گیرد و در قطار سربازانش قرار می دهد. سارکوزی. رئیس جمهور سابق فرانسه سارکوزی در جریان گذر از بین مردم ناگهان با کیک مورد حمله قرار گرفت. کیک را به صورتش مالید که برای لحظه فقط از صورتش کیک را پاک می کرد، اما خبرنگار رها کردنی نبود. موی ترامپ. رئیس جمهور ترامپ زمانی که وارد هواپیما می شود باد مویش را پاشان می کند. با آنکه ترامپ مو ندارد، اما صحنه جالب خلق می کند که برای مدتی سوژه رسانه ها شده بود. وقتی موی او را پراگنده می کند معلوم می شود که او مو ندارد و شاید بدون مو بهتر معلوم شود.
نخست وزیر آلمان. هنگامی که صدر اعظم آلمان دست خود را به سمت وزیر کشور هورس سهوفر دراز کرد، اما او از دست دادن خودداری کرد و او را تکان داد، زیرا در آن روز ویروس در آلمان به 150 نفر رسیده بود. اما با افزایش تعداد مواردی تایید شده در آلمان، مرکل خندان فوراً دستانش را بالا گرفت و گفت این کار درستی بود. گارد پوتین. زمانی که پوتین در جلسه سران کشورها وارد می شود، مسئول امنیتی جلسه دستش را در مسیر مسئول امنیتی پوتین می گیرد که اجازه ورود نیست، اما او از کنار دستش رد می شود و خانم هم حیران می ماند. پوتین در فلسطین. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هنگام ورود به جلسه با محمود عباس رئیس جمهور فلسطین در بیت اللحم کرانه باختری برای گفتگو در مورد روابط دو جانبه، کلاه افتاده یک محافظ تشریفاتی فلسطینی را سر جایش گذاشت و برایش انگشت تحسین بلند کرد. آرژانتین. رئیس جمهور آرژانتین با کودکان بازی میکرد و با نقش گلکیپر استاده بود که توپ در جای حساس او اصابت کرد و شاید گفته باشد که دیگه بازی نمیکنم، سلامتیم خوب است. اوباما. رئیس جمهور اوباما وقتی از خانهش به سمت دفتر حرکت میکرد، اما یک بار دست به جیب میزند که چیزی یادش رفته، دوباره به طرف خانهش میدود. رئیس جمهور ترکمنستان. رئیس جمهور ترکمنستان در جریان مسابقه سوارکاریش از روی اسب به زمین خورد. ضرب المثل قدیمی است که میگه ترکمن روی اسب به دنیا میآید و روی اسب میمیرد، و از سن نشانه رسمی ترکمن یعنی فرش ترکمنی، دوتار ترکمن، این اسب ترکمن است که جایگاهی بالاتر و بارستر در تاریخ ترکمن ها دارد. ترکمن ها میگه صبح که بیدار شدی اول به پدرت سلام کن، بعد به اسب. اسب همواره عضوی از خانواده ترکمن محسوب می شود و در حال حاضر رئیس جمهور ترکمنستان نیز از این خصلت ذاتی برخوردار بوده است که تعداد زیادی از اسب ها را دارد، اما یک بار در جریان مسابقه سوارکاریش از روی اسب به زمین خورد. دوستان خوبم، امیدوارم لذت برده باشید. تا ویدیوی بعدی، خدایا رو نگهدارتان.